حکایت سپند گنجشک. نصیحت‌های جالب گنجشک به مرد دمشقی. برای شنیدن حکایت سپند گنجشک این ویدیو را تا آخر ببینید. حکایت کردند که مردی در بازار دمشق گنجشکی زیبا به یک درهم خرید تا به منزل آورد و فرزندانش با آن بازی کنند. در بین راه گنجشک به سخن آمد و به مرد گفت: در من سودی برای تو نیست، در صورتی که مرا آزاد کنی تو را سپند میگویم که هر یک مانند گنجیست. دو پند را وقتی که در دست تو اسیرم میگویم و نصیحت سومم را وقتی آزادم کردی و بر شاخ درختی نشستم میگویم. مرد با خود اندیشید که سپند از پرندهی که همه جا را دیده و همه چیز را از بالا نگریسته است به یک درهم میارزد. پذیرفت و به گنجش گفت: پندهایت را بگو. گنجش گفت: پند نخست آن است که در صورتی که نعمتی را از کف دادی اندوه مخور و ناراحت مباش، برای این که در صورتی که آن نعمت حقیقتاً و دائماً از آن تو بود هیچگاه زائل نمی شد. دیگران که در صورتی که کسی با تو سخن محال و غیر ممکن گفت به آن سخن اصلاً توجه نکن و از آن درگذر. مرد وقتی این دو موعظه را شنید گنجشک را آزاد کرد. پرنده کوچک پر کشید و بر درختی نشست. زیرا خود را آزاد و رها مشاهده کرد خنده ای کرد. مرد گفت: پند سوم را بگو. گنجشک گفت: پند چیست ای مرد ساده؟ ضرر کردی. در شکم من دو گوهر است که هر یک 20 مثقال وزن دارد. تو را فریفتم تا از دستت آزاد شوم. در صورتی که می دانستی که چه گوهرهایی پیش من است به هیچگاه مرا آزاد نمی کردی. مرد از شدت غضب و حسرت نمی دانست که چه کند. دست بر دست می مالید و گنجشک را فحش می داد. یک دفعه رو به گنجشک کرد و گفت: حال که مرا از آن گوهرها محروم کردی اقلن آخرین پندت را بگو. گنجشک خاطر نشان کرد: مرد احمق، با تو گفتم که در صورتی که نعمتی را از کف دادی ناراحت نشو، ولی اکنون تو غمگینی که چرا مرا از دست دادی. همچنین گفتم که سخن محال و غیر ممکن را نپذیر، ولی تو همکنون پذیرفتی که در شکم من گوهرهاییست که 40 مثقال وزن دارد. آخر من خود چند مثقالم که 40 مثقال گوهر با خود حمل کنم؟ پس تو سزاوار آن دو موعظه نبودی و نصیحت سوم را هم با تو نمیگویم که قدر آن نخواهی دانست. این را گفت و در هوا ناپدید شد. ممنون که این ویدیو را تا آخر تماشا کردید.